سلام و یاد خدا در خدمت هستم با دوره آموزشی دادکاوی یا دیتا ماینینگ دادکاوی در حالت کلی حالا یک اصطلاحی هست که میشه دو معنی برای اون در نظر گرفت یک معنای عام و یک معنای خاص در معنای خاص اون در واقع دادکاوی یک بخش و یک مرحله از فرایند کشف دانش یا نالج دسکاوری هست ولی در معنای عام و در واقع معنای جامعه تری که برای این عبارت در نظر گرفته میشه به کل فرایند کشف دانش یا نالج دیسکاوری بعضی ها دیتا ماینینگ یا داده کاوی هم میگه حالا یه عبارت مستلحی که برای داده کاوی وجود داره عبارت کاملتری تری هست برای توصیف دقیق در واقع عبارت دیتا ماینینگ این هست نالج دیسکاوری ما یعنی کشف دانش اونتا فرام دیتا چرا برای اینکه تنها راه کشف دانش داده نیست بلکه روش های دیگه هم هستن و اتفاقا کشف دانش از روی داده چیزیه که مقوله‌ایه که جدیداً مطرح شده وگرنه دانش بشری در علوم مختلف در علوم تجربی در علوم ریاضی در علوم انسانی اینها از طریق مطالعه بعضی موقع از نظر از طریق فرضیه سازی و اثبات و فرضیه و از این روش ها اومدن و در واقع از طریق این روش ها اومدن و به کشف دانش پرداختن لذا به دلیل اینکه تنها راه کشف دانش از طریق داده نیست این عبارت from data عملا اجتناب ناپذیر باید نوشته بشه به حال حالت مخفف شده این knowledge discovery from data KDD هست که این عبارت هم برای مبحثی که ما به عنوان دیتا ماینینگ میشناسیم مصطلح هست منطقه چرا ضرورت پیدا میکنه که بحثی مثل دیتا ماینینگ مطرح بشه اصلا اصولا ما بر عزب نیاز هست که دست به اختراع ابتکار و یا ایجاد بعضی از موارد میزنیم مثلا نیازهای فیزیکی داشتیم که به هر حال بر اساس اونها تصمیم گرفتیم که ابزارهایی مثل تناب، چاقو، مثل اتومبیل، مثل دوربین عکاسی، مثل پرینتر مثل خیلی از چیزهای دیگر رو ایجاد بکنیم اینها منشهشون نیازها و ضرورت های فیزیکی هستند که ما انسان ها داشتیم و برای جبران اونها اومدیم در واقع اینها رو ایجاد کردیم منتها چرا مبحثی مثل دیتا مطرح میشه یک دلیل بسیار عمده این هست که ما در هولوهوش ده سال 20 سال گذشته با یک انفجاری از نوع اطلاعاتی از نوع دادهی مواجه هستیم و حقیقتا دوروبر ما خیلی بیشتر از هر زبان دیگه ای قبل از این پر شده از اطلاعات که نیازمند بررسی اون هستیم و هوش انسانی و قابلیت های انسانی کفاف این بررسی ها رو نمیده داده هایی که الان در دوربر ما تولید میشه مثلا به عنوان مثال بر روی شبکه اینترنت این داده ها به قدری زیاد هستند که حتی اگر ما وقتش رو هم داشته باشیم که بشینیم اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم ذهن ما این توان رو نداره که این حجم عظیم رو پراسس بکنه در صورت که ما وقتش رو هم نداریم و حقیقتا یک چیزی هست که واقعا خارج از توان انسان ها هست ولی ما احتیاج داریم به این کار چرا؟ بالاخره حداقلش اینه که برای اینکه این اطلاعات کاربردی تر باشه بتونیم ازشون یه استفاده مفیدی داشته باشیم باید به نحوی بتونیم اون بخش مهم و غیر مهم اطلاعات رو از همدیگه تفکیک بکنیم باید به نحوی بتونیم یه سری توصیفات منطقی رو به صورت کاملا فشرده ارائه کنیم حالا توی شبکه اینترنت توی وبسایت های مختلف در سیستم های بانکی توی بانک های مختلف در تالار معاملات بورس در خیلی جاهای دیگه تعداد بسیار زیادی از اطلاعات همواره در حال توری هستن ولی خود این اطلاعات درست یه سری حقایق رو با خودشون دارن ولی همهشون به صورت کامل اون حقیقت رو توصیف نمی کنن و ما مجبوریم موقعی که میخوایم تحلیل کنیم در مورد این موضوع میخوایم مطلبی رو به کسی بگیم مدلی یک الگویی یک مفهومی فراتر از یک داده خام رو ارائه بکنیم مثلا فرض کنید که روی وبسایتی مثل یوتیوب که میدونیم که وبسایتی هست که متعلق به شرکت گوگل هست و اونجا ویدیوهای بسیار زیادی آپلود شدن توسط کاربران من حالا نمیدونم آمار دقیقش به چه اندازه‌ای هست ولی خب آخرین چیزی که خونده بودم در این موضوع معادل ده ها هزار سال ویدیو بر روی یوتیوب گذاشته شده که این رو اگر کسی بخواد ببینه خب ده ها هزار سال رو وقت نداره که مثلا ده هزار سال بشین و ویدیو ببینه میتونه خب و ما به یک کسی میخوایم مثلا بگیم که روی یوتیوب یه چیز خوبی هست که شما مثلا باید ببینید یا یه سر چیزهای خوبی هستند باید بتونیم یک چیز یک مفهوم کاملا شسته رفته و انتخاب شده و یک الگوی خوبی رو به این شخص در واقع ارائه بکنیم که در این حال که همه حقایق این وبسایت همه مفاهیم همه چیزهایی که اونجا تولید شده رو داره در کنار این میتونه در زمان کمتری اون فرد رو به نتیجه برسونه برجت ما خیلی وقتا در روز, زندگی روزمره هم این رو داریم شما یه سری وقایع رو میبینید این رو به صورت چکیده در قالب یک یا دو جمله میاید مثلا برای کسی که در جریان اون وقایع نبوده تعریف میکنید خب طبیعتا این خودش یه جور دیتا ماینینگ هست چرا برای اینکه شما بخش عظیمی از اطلاعات رو که خیلی هم به درد بخور نبودن اینها رو حذف میکنید و یه اصاره ای از اون اطلاعات رو به صورت که به صورت پراکنده بودن به صورت یک دانش یه جمله یا دو جمله در میارید و در واقع تحویل اون شخص میدید ما الان با یک مجموعه از اطلاعات در واقع روبرو هستیم که خیلی حجم زیادی از اطلاعات در اونها تولید میشه عنوان مثال یه نمونهش در واقع اینترنت هست من در لابلای صحبت هامون رو اشاره کردم یا World Wide Web اینترنت میشه گفت بارزترین مثالی هست که ما الان باش روبرو رو هستیم و حقیقتا حجم بسیار زیادی از اطلاعات چندین هزار ترابایت حالا چندین میلیون ترابایت بهتره بگیم از اطلاعات در جاهای مختلف در واقع تولید شدن و هر روز هم به این رقم افزوده میشه به عنوان مثال در زمینه علوم مهندسی و پزشکی ما اطلاعات زیادی رو الان در جای جای دنیا میبینیم که تولید میشه به عنوان مثال آزمایش های پزشکی عملیات جراحی که در بیمارستان ها و مراکز درمانی دنیا داره انجام میشه اینها داده هایی هست که یه زمان هایی میتونه به ما کمک بکنه در تشخیص و درمان بهتر بیماری ها در یه جای دیگه یا یعنی اینکه یک جمله بشه اضافه بشه به کتاب های آموزشی که در این حوزه هست مثلا مثال بسیار واضحی که از این میشه ارائه کرد بحث در واقع به عنوان مثال ویروس های خوکی H1N1 هست که توسعه و رشد این ویروس نحوه در واقع انتشار اون توی کشورها و جوامع مختلف یه مدلی رو داشت که اینها از طریق بررسی اطلاعاتی که به حال در جای, جای دنیا انجام میشد اینها از طریق بررسی اطلاعاتی که از جای, جای دنیا گرفته شده بود قابل انجام بود که مثلا شما فرض کنید که می اومدن پیش بینی میکردن که کجا ما دفعه بعد در واقع به فاصله مثلا چند روز آینده کجا اولین مشکل هاد رو خواهیم داشت در مورد این که خب حالا از علوم دیگه قطعا استفاده میشه ولی قطعا از تکنیک های داده کاوی هم اینجا استفاده شده برای اینکه همه اطلاعاتی که ما میگیریم همشون خب ارزشمند هستن ولی خب میشه یک اساره نابتری از این اطلاعات رو ایجاد کرد که کار دیتا ماینینگ هم همین هست به عنوان مثال در تالار معاملات بورس ما یک سری موارد رو داریم که بر حال به صورت معاملات دارن انجام میشن اون تو تعداد اینها بسته به اون فعالیتی که مرکز بورس داره میتونه کم یا زیاد باشه ولی خب حتی در مراکز ضعیف هم تعداد این واقعا زیاده و بررسی کردنش کار هوش انسانی و یک شخص نیست بلکه باید این سری نرم افزارهایی بیان اینا رو بررسی کنن و در واقع حالا مثلا اگر خطری داره تهدید میکنه اون بازار رو مشکلی هست اینها رو به دست بیارن چون اونجا دیگه بحث در واقع بحث اقتصادی و اینا هم هست بحث سلامت اون معاملات و سایر مسائل هم در نظر گرفته میشه در مورد مثلا فرض کنید که بانک ها هم همینطور هست مثلا فرض کنید جریان های پولشویی طبیعتا یه سری ردهایی از خودشون به جا میذارن ولی شاید هوش انسانی اونقدر قوی نباشه که بتونه این جریان ها رو این در واقع این علامت ها رو دریافت بکنه و متوجه بشه این ترانزکشن های مالی انتقالات و مبادلات مالی که انجام میشه در بانک ها اینا هر کدومشون حاوی یه سری دیتا هستن و باید اینها ماین بشن باید اینها یه مقدار در واقع خالص بشن اون مفهوم واقعی در واقع استنباط بشه فروشگاه های مراکز آموزشی بعد مراکز مسافرتی به عنوان مثال جایی که افراد میرن و اقدام میکنن به رزرو هواپیما هتل یا هر چیزی شبیه این اینها همه اطلاعات زیادی در کل دنیا ایجاد میکنن که همه اینها یه سری بخش های مهم و قابل استفاده ای رو دارن که میشه اونها رو تبدیل کرد به یک دانشی و در تصمیم گیری ها در برنامه ریزی ها و در سایر موارد مورد استفاده قرار داد. یه مثال بسیار واضح از کاربرد دیتا ماینینگ در اینترنت موتور جستجوی گوگل هست که گوگل در واقع عملا در هر جستجویی که من و شما داریم انجام میدیم یک کار دیتا ماینینگ رو یا داره انجام میده یا قبلا انجام داده و نتیجه اون رو به شما ارائه میکنه یعنی شما هم به عنوان یک کاربر از گوگل استفاده میکنید کمک میگیرید هم گوگل از شما به عنوان یک کمک گیرنده به عنوان یک ایجنت از شما کمک میگیره از هوش انسانی شما حالا یه مقدار اگه میخوایم دقیقتر در این مورد صحبت کنیم در واقع کاری که گوگل انجام میده اینه اگه گوگل رو به شکل یک فرایند در نظر بگیریم که یک سری داده هایی رو داره این یک سری ورودی ها داره و یک سری خروجی ها ورودی هایی که این داره چیا هستن؟ فرض کنید سال 1998 هست و مؤسسین گوگل ابداع کننده های گوگل در واقع اومدن و تازه یک موتور جستجوی رو معرفی کردن یک موتور جستجوی خام که تا حدودی یه نقشه ضعیفی از حالا اینترنت آن دوران رو داره کاری که انجام میشه چیه؟ به این شکل هست که شما جستجو میکنید اونجا ده تا لینک میاره برای شما و شما مثلا مستقیما میرید لینک سوم رو کلیک میکنید اگه این فرایند تکرار بشه برای افراد دیگه هم تکرار بشه چه اتفاق میفته؟ این گوگل متوجه میشه که این لینک سوم، لینک مهمیه. این نباید معلش محل سوم باشه باید بیاد بالاتر. رفته رفته در بین اون لینک‌های در واقع صفحه اول، شاید یه لینک ها پیدا باشن که کسی روی اونها کلیک نمی‌کنه به هر دلیلی. یا تعداد کلیکش کمه. برای اینکه بتونه یه مقدار آزمایش بکنه الگوهایی که پیدا کرده رو میاد چیکار میکنه، میاد به عنوان مثال از صفحه دوم یه سری لینک ها رو میاره صفحه اول و از صفحه اول میبره تو صفحه دوم اینا رو بررسی میکنه بعد از یه مدتی اونقدر این کار رو انجام میشه تو تعداد بسیار بالا که این تقریبا همگرا میشه حالا وبسایت های جدید و اینها هم به کنار اینا ها هم باید در نظر بگیریم رفته رفته اینها هم وارد میدان رقابت میکنه گوگل ولی به هر حال با استفاده از آماری که از کلیک ها داره از محبوبیت نسبی لینک ها داره از رفتار کاربران داره و همینطور محتوا و از سایر مسائل به حال یک محصول جالب توجهی رو به ما میده اون هم چیه اون هم یک سرچ انجین هست که به ما کمک میکنه که محتوای مهم که مرتبط هست با اون کلماتی که ما اونها رو جستجو کردیم اینها رو به راحتی بتونیم پیدا بکنیم لذا گوگل اینجا اطلاعات خام و در واقع بهتر بگیم حجم زیادی از اطلاعات خام چون حجم اینها واقعا زیاده این اطلاعات خام رو من تاکید میکنم روش این کلمه خام رو چون اطلاعات و اطلاعات خام تفاوت داره یک مقدار بسیار زیادی از دیتا رو ما داریم اینجا گوگل این رو تبدیل میکنه به چی؟ به یک دانش این اطلاعات خام در واقع اصطلاحی هست که ما برای دیتا استفاده میکنیم چون چند تا کلمه هست مثلا دیتا و اینفورمیشن هر دو رو میشه به اطلاعات ترجمه کرد حالا دیتا رو داده هم ترجمه میکنند ولی به هر حال تفاوت دارند دیتا یا همون اطلاعات خام بار آموزشی و بار مفهومی کمتری نسبت به اینفورمیشن داره اینفورمیشن مرتبتر هست ساختیافته هست و خیلی مزایای بیشتری رو داره نسبت به دیتا لذا میتونیم بگیم مهمتر از این دیتا هست اما اینفورمیشن باز هم نالج نیست یعنی یه سری جاها هستن خیلی به صورت کاملا منظمی یه سری دیتا های چیزی به صورت اینفورمیشن ذخیره شده توی خیلی از سیستم های کامپیوتری این رو ما داریم ولی آیا همه سیستم های کامپیوتری نالج رو دارن نه نه الزامن لذا نالج چیزی هست که از هر دوی اینها مهمتر و بهتره و ما میخوایم به عنوان محصول نهایی این دیتا رو تبدیل کنیم به نالج حالا این وسط شاید این دیتا اول تبدیل میشه به اینفورمیشن بعد تبدیل میشه به نالج این دیگه حالا اون مراحل مختلف کار هست آیا چیزی پایین تر از دیتا رو هم داریم بله داریم چیزی که هیچ ارزش اطلاعاتی برای ما نداره نویز نویز یک فرایند تصادفیه نمیشه بر اساسش به نتیجه گیری رسید نمیشه براش یک مدلی غیر از حالا یک توضیح احتمالی ارائه کرد و در کل چیزی که بار اطلاعاتی به اون معنا نداره و عملا در واقع میشه گفت که از نظر بار دانش اگه بخوایم اینا رو با معیار دانش بسنجیم این صفر مطلق هست عملا چون هیچ اطلاعاتی نداره دیگه کاملا تصادفیه حالا این حلقه در واقع میشه گفت ارتباط بین نویز دیتا انفورمیشن و نالج به این شکل است اما ما کلا کار دیتا ماینینگ رو اگر بخوایم ببینیم که در واقع چه ارتباطی با این داره یک فرمول کلی براش ایجاد کنیم ما یک فرایند ماینینگ داریم که میدونیم دیتا وارد این میشه و محصول اون چیه؟ نالج هست همونطور که مثلا فرض کنید که راک یا سند در واقع شن یا سنگ مربوط به یک آهنی مسی چیزی بالاخره اینایی که در معادن استخراج میشه ما این رو داریم این ماین ما میشه تبدیل میشه به مثلا گولد فرض کنید دیگه طلا به عنوان یک محصول خیلی مهم و قابل توجه در علم معدن و در مسائل مربوطه هست ما نهایتا از سنگ مثلا سنگ مثلا مس حالا این موادی که از معدن مس استخراج میشه میتونیم در واقع مس رو استخراج کنیم که به عنوان یه محصول جانبی هم باز طلا هم هست عبارتی که استفاده میشه راک ماینینگ یا سند ماینینگ نیست گولد ماینینگه حالا چرا دیتا ماینینگ اینجا یعنی سورس رو منبع رو اومدن در واقع در نظر گرفتن در مورد اون صحبت خواهیم کرد که دلیلش چی بود در واقع ما اینجا دیتا رو داریم به عنوان ورودی و این طرف چیه داریم؟ معادل با طلا نالج رو داریم دیتا از طریق فرایند ماینینگ تبدیل میشه به چی؟ نالج در واقع کاری که انجام میشه در اصل نالج ماینینگ هست منتها ما برای فرایند در واقع نالج ماینینگ اسم بهتری هم میتونیم در نظر بگیریم به جای ماینینگ میتونیم دیسکاوری رو در نظر بگیریم knowledge discovery مونتا قبلا هم یه اشاره شد knowledge discovery تنها راهش از طریق داده نیست بلکه یه نفری مثلا یک نیوتونی میتونه ببینه که یه سیبی میفته از اینجا بیاد چیزهایی رو استنباط بکنه که از روی داده نیست باز هم حالا خب در اصل مشاهده هست و داده هست و اینا ولی خب خیلی تفاوت داره با این فرایندی که اینجا اتفاق میفته در واقع نالج دیسکاوری یه موقعی هست یه نفر یه حدسی میزنه یه ابتکاری میزنه حتی شاید بدون مشاهده یه فرضیه ای رو بنویسه و اینها ولی به هر حال تنها راهش داده نیست این... اینو ما میدونیم نالج discovery from دیتا اون تا چون عبارت یه مقدار طولانی شده و خواستن به دیتا بودن و به این مسائل و اینها هم اشاره کنن عبارت دیتا ماینینگ عبارت خلاصه تری هست برای اشاره به این مفهوم حالا در واقع موتور جستجوی گوگل خیلی از سیستم هایی که مبتنی بر دیتا ماینینگ هستن شیوه عملکردشون دیتا وارد پروسه میشه ماین میشه تبدیل میشه به نالج کل کاری که میخوایم انجام بدیم اینه حالا در مورد دیتا و دیتابیس صحبت کردیم و در مورد اینکه به هر حال کامپیوترها اینجا خیلی به ما کمک کردن خیلی خوبه که مسیر تکامل این سیستم های مبتنی بر رو با همدیگه بررسی بکنیم بالاخره اطلاع از تاریخچه این هم خالی از لطف نیست ما تا سال 1960 تا دهه 1960 و قبل از آن چیا رو داشتیم؟ ما تا این مرحله در واقع بیشترین پیشرفتی که رو داشتیم ایجاد پایگاه های داده و جمعآوری داده ها رو داشتیم یعنی این مسئله تا دهه 1960 تا اواخر اون حل شد دیگه می دونستن که باید به جمعآوری دیتا بپردازن دیتا ایجاد کنن و, و این مسائل تا هیچ پروسسی انجام نمیشه. حتی حجم اطلاعاتی که داره جمع میشه خیلی زیاد نیست. لذا در بعد از این یعنی از دهه 1970 تا اواسط دهه 1980 یا تا اوایلش بهتر بگیم تا این زمان ها ما مشغول ایجاد یک سری سیستم های مدیریت اطلاعاتی بودیم سیستم های مدیریت پایگاه داده بودیم یعنی اینجا یه مقدار اون فرایندی که تا دهه 1960 پیگیری شده بود اون رو یه مقدار تعمیمش دادن پس سیستم های مدیریت پایگاه داده Database Management Systems این چیزی که تا عواست 1980 تا اوایل 1980 انجام شد. هدف از ایجاد این چیه؟ خب اون بالایی هم کارو انجام میداده دیگه. در واقع اینجا بیشتر روی انبوه اطلاعات تاکید هست. اون حالت بالایی سخت افزار یا نرم افزار به اندازه کافی توسعه یافته نبود که حجم زیادی از اطلاعات رو بتونه منتقل کنه، ذخیره کنه، بکاپ بگیره ازش و خیلی چیزهای دیگه. ولی در این بره از زمان از دهه 1970 تا اواسط 1980 سیستم های مدیریت پایگاه داده شکل گرفتن که میتونستن حجم زیادی از اطلاعات رو در خودشون ذخیره کنن و مدیریت اما از اینجا به بعد ما دو مسیر کلی رو میبینیم که ایجاد میشه که در واقع به این شکل هست که بیه مسیر که از اواسط 1980 تا حال ادامه داشته این چیه؟ این سیستم های پایگاه داده پیشرفته هست بالاخره تکنولوژی های پیچیده سخت افزاری و نرم افزاری استفاده میشن اینجا که باز هم هم حجم زیادی از اطلاعات رو در کمترین زمان با بیشترین سرعت بتونه ذخیره کنه یه پردازش اولیه ای ارائه کنه یه سری جمعبندی هایی از اطلاعات رو داشته باشه بتونه به سرعت جستجو بکنه و این نوع مسائل که اینها الان سیستمایی هستن که ما داریم روشون کار میکنیم استفاده میکنیم هر روز تکنولوژی های مختلفی در برنامه ها و اپلیکیشن هایی که به حال چه تحت سیستم یا چه تحت وب بر حال در حال اجرا هستند ما هر روز با اینها سر و کار داریم یعنی تکامل به اون مسیری هست که بر حال مهندسین کامپیوتر مهندسین نرم افزار اومدن اینجا بیشترین تاثیر رو داشتن حالا در بعضی مواقع هم خب بر حال مثلا معماری این سیستم ها وابسته به پیشرفت علم سخت افزار بوده به حال اینا دست به دست هم دادن و این چیزی که ما به اسم advanced دیتابیس سیستمز الان میشناسیم اینها شکل گرفته ولی باز هم پروسس و تحلیل به اون معنایی که ما به دنبالش هستیم در این مسیر نیست کمک کرده به این کار ولی اصل کار اینجا انجام نمیشه نهایتا یه ویژوالیزیشنی از کار هست نهایتا یه جستجوی سریع هست این مسائل هست اما یه مسیر موازی که بعد از این ایجاد شده از اواخر 1980 تا حال این مسیر هست که اتفاقا دیتا ماینینگ هم در این مسیر قرار گرفته که تحلیل پیشرفته داده هست که دیتا ماینینگ هم اینجا است در واقع اینجا محلی هست این مسیر اون مسیری هست که در طی اون ما تونستیم به یک سری قابلیت ها به یک سری الگوریتم ها برسیم که میتونن این حجم عظیم اطلاعات رو تحلیل بکنن کمک بکنن به ما و عملا چیزی مسئله ای که ما به عنوان دیتا ماینینگ میشناسیم مسئله داده کاوی هم همینجا هست در واقع شامل داده کاوی هست نه اینکه همه مواردش داده کاوی باشه مسائل زیادی تو این حوزه بحث تحلیل پیشرفته داده وجود داره که یکی از اونها داده کاویه. من این را هم تاکید بکنم که داده کاوی بیشتر یه مسئله هست تا یک سری از روش ها در واقع شما مسائل مختلفی رو دارید که اینجا ما مسئله رو به صورت کاملا مفهومی بیان کردیم حجم زیادی از اطلاعات رو داریم میخوایم این رو طی یه فرایندی تبدیل کنیم به یک دانش ارزشمند مسئله هست دیگه حالا به هر روشی میخواد حل بشه در واقع مسئله دیتا ماینینگ هست نه روش های دیتا ماینینگ ولی خب یه سری روش هایی برای حل این هست که حالا به صورت مصطلح میشه گفت که خب اونها روش های دیتا ماینینگ هستند در واقع روش های حل مسئله داده کاوی هستن ما. که ما اتفاقا در این دوره آموزشی تمرکزمون بر روی اون موارد هست به ویژه مواردی که سیستم های هوشمند رو در واقع استفاده کردن برای حل مسائل داده کاوی چرا که همین سیستم های هوشمند هم بر حسب نیاز همونطوری که اشاره کردم ایجاد شدن و نیاز اصلی ما در ایجاد و ابداع سیستم های هوشمند چی بوده این بوده که ما دوست داشتیم سیستم هایی رو ایجاد کنیم که به جای ما فکر بکنن و اتفاقا در تحلیل پیشرفته داده ما نیازمند یه سری سیستم ها هستیم که به جای ما فکر کنن صاحب تحلیل باشن صاحب تفکر باشن و چه چیزی بهتر از اون پارادایمی که در واقع پشت ایجاد سیستم های هوشمند بوده لذا هوش مصنوعی و شاخه های مختلف اون از جمله هوش محاسباتی یادگیری ماشینی و موارد دیگه اینها به طور مستقیم میتونن ورود پیدا کنن در حوزه داده کاوی و مورد استفاده قرار بگیرن که ما بیشتر تاکیدمون در این دوره آموزشی بر روی همین روش های هوشمند هست اما در مورد کاربردهای داده کاوی اگر بخوایم صحبت بکنیم کاربردهای های بسیار زیادی داره که حالا ما سعی خواهیم کرد مثال های مختلفی رو از حوزه های مختلف ارائه کنیم که این کاربردها ها کاملا نشون داده بشه ولی به هر جهت من به صورت کاملا گذرا به اینها یک اشاره ای می میکنم در اقتصاد و در موارد مربوط به مشاغل و اینها میتونه مورد استفاده قرار بگیره در امور تجارتی در امور تحلیل اقتصادی مالی و سایر موارد میتونه مورد استفاده قرار بگیره در بحث اجتماعات انسانی شبکه های اجتماعی میتونه مورد استفاده قرار بگیره نمونهش مثلا شبکه اجتماعی فیسبوک یا توییتر یا مواردی شبیه اینها میتونه مورد استفاده قرار بگیره یا مثلا یک شبکه اجتماعی تخصصی مثلا آی دی بی رو بخوایم مثال بزنیم اینترنشنال مووی دیتابیس وبسایتی هست که فیلم های سینمایی رو و حالا کلا محصولات که برها به صورت سریال یا فیلم سینمایی دارن ارائه میشن اینها رو طبقه بندی کرده و حسب موضوع افراد میان امتیاز میدن و برحال شما اگر از یک فیلمی خوشتون اومده تو اون صفحه سری پیشنهادهای های دیگه ای داره برای شما و این یه شبکه اجتماعی تا حالت تخصصی تر رو دار در مورد بانکداری در مورد مخابرات ارتباطاتی که بر هست حالا مخابرات میتونه هم تحت اینترنت باشه مثل مثلا گوگل تاک یاهو Messenger، مثل ویندوز میسنجر و خیلی چیزهای دیگه که البته ویندوز مسنجر دیگه دیسکانتینیو شده با وجود اسکایپ ولی خب به حال این تکنیک ها و تکنولوژی ها بودن در کنار این ما مثلا ارتباطات از طریق تلفن همراه و تلفن ثابت و سایر موارد رو داریم که اینجاها کاربردهای بسیار زیادی میتونه داشته باشه بحث در واقع مخابرات به ویژه اینکه مثلا چت یاهو بعدا کشف شد که در واقع محلی بوده برای انتقال اطلاعات اساسی مثلا عملیات مثل عملیات 11 سپتامبر و خب اگر یک الگوریتم دیتا ماینینگ قوی وجود داشت که میتونست این حجم عظیم اطلاعات رو تبدیل کنه به یک دانش خالص پترن ها و الگوهای مربوطه به این عملیات رو میتونست در واقع پیدا بکنه بین اون حجم عظیم اطلاعات و این اصلا اتفاقا یه مثال خیلی خوبی هم هست از اینکه ما با یه حجم زیادی از اطلاعات که قابل استفاده نیست رو به رو هستیم همشون البته قابل استفاده نیستن و بین اینها باید یک چیزی رو پیدا کنیم که واقعا یه رفتار ثابتی رو یه رفتار سازمان یافته رو به ما نشون میده مشابه این در سیستم های بانکی کارهایی مثل پولشویی و تقلب و این مسائل هست که به هر حال باید این هم باید کش بشه دیگه این هم یه جور بیماری هست یه جور عملیاتی هست که تعادل و این سیستم رو اون سیستم اقتصادی رو به هم میریزه و علائمی داره این علائم حالا بعضیش مطالعه شده به صورت انسانی ولی خب طبیعتا با بالا رفتن تعداد ترانزکشن ها و اینها نمیشه یعنی ما باید از نرم افزارها کمک بگیریم برای این کار و این نرم افزارها کاری که انجام میدن حالا علاوه بر اینکه دیتا ها رو ذخیره میکنن باید یه تحلیل اولیه یه چیزی باید انجام بدن که این موارد مشکوک رو به ما نشون بدن برجت در علوم و در مهندسی در شاخه های مختلف علم ما میبینیم که تحقیقات زیادی داره انجام میشه اطلاعات بسیار زیادی هست که ما به اونها دسترسی داریم الان ولی شاید اون نتیجه لازم رو نمیتونیم از اونها استخراج کنیم ما خیلی اطلاعات زیادی رو از طریق تلسکوپ های نوری یا تلسکوپ های رادیویی در ایستگاه های زمینی یا فضایی جمع کردیم ولی هنوز شاید خیلی از اینها تحلیل نشدن یه نفری اگر بیاد زمان بذاره روی اینها الگوریتمی رو به هر حال یه سری الگوریتم هایی رو ایجاد کنه که بتونه به شکل مناسبی پترن ها رو از اینها استخراج کنه مطمئنا منجر به نتیجه خوبی خواهد شد کما اینکه می‌بینیم خیلی از اینها خیلی از این نتایجی که الان منتشر میشه در این راستا ببینید که سیگنالی که مورد بررسی قرار داده تصویری که مورد بررسی قرار داده مال 20 سال پیش یعنی الزامن یک چیز جدیدی نیست که مثلا روی اون کار بکنه نه همون 20 سال پیش یه سیگنال رو دریافت کرده روی اون کار کرده و چون درست کار کرده یه الگوریتم مناسبی رو ایجاد کرده تونسته اون نالج مخفی پشت اون حجم عظیم اطلاعات رو بگیره و به این برسه که نهایتا منجر میشه به یک کار علمی ارزشمند. به حال خیلی کاربردهای های زیادی میتونه داشته باشه. ما در مورد سیستم های در واقع دیتا ماینینگ و ارتباط اونها با شبکه های اجتماعی هم یه اشاره شد و صحبت های تکمیلی بعدا ارائه خواهد شد که مثلا رعایت حریم خصوصی افراد ساده سازی این فرایند برای اینکه استفاده عمومی بشه کرد و بر حال به این شکل که بتونیم سیستم های پیشنهادگر مناسب رو طراحی کنیم بتونیم منافع بیشتری رو به افراد برسونیم از طریق این سیستم این ها اینها موضوعاتی هستند که قابل بحث هستند.